پروژه تاپی افغانستان را سالانه صاحب میلیون ها دلار خواهد کرد و در کنار آن از بهره این پروژه 5-7000 نفر در تامین امنیت آن مصروف می شود. در این میان وزیر معدن و پترولیم کشور که برای ارائه جزئیات در مورد این پروژه به نشست مجلس سنا فراخوانده شده بود تاکید دارد که گام های عملی در مورد تامین امنیت پروژه تاپی در سال 2016 میلادی آغاز می شود. ما از نقطه نظر امنیتی بسیار نگران نیستم، به توانایی نیروهای امنیتی خود باور دارم و یقین دارم که کسانی که مسئولیت از این خواهند گرفت با مسئولیت و وفاداری از این پروژه دفاع خواهند کرد. آقای سبا میگوید کار عملی پروژه تاپی همکنون از ترکمنستان آغاز شده و در اوایل سال 2016 میلادی سروی آن در داخل خاک افغانستان آغاز می شود. به گفته او ابتدا ساعتی که از آن پایپلاین گاز انتقال می‌یابد از وجود ماین پاکسازی می‌شود. مسیر سروی زمینی صورت خواهد گرفت. یعنی کار عملا از امیال شروع است. پیش بینی ما است که سال 2019 ان شاء الله کار عملی پروژه به کلی پایان خواهد یافت و آغاز سال 2020 سال آغاز عبور گاز از داخل پایپلاین. از پروژه تاپی در 30 سال 1.5 میلیون متر مکعب گاز نصیب افغانستان می شود که به گفته وزیر معدن و پترولیم کشور از گاز آن در پارکای صنعتی که نیاز مبرم دارند استفاده می شود. از این برای تولید برق در داخل افغانستان که بازم به شبکه ملی ما وصل خواهد شد و همچنان برای استفاده در شرک های صنعتی که ما بتانیم صنایع را در مسیر از یک چندین شرک صنعتی داریم، از شرک صنعتی ایراد گرفته تا فرا که خودش یکی از مراکز اساسی تولید سبزیجات در افغانستان است، به می ترتیب به نیمروز و هلمند که یکی از مراکز صنعتی و زراعتی افغانستان است و شهر قندار که یکی از شهرهایی است که سخت نیاز به منابع انرژی دارد. این خط پایپلاین گاز از بندر تورخوندی وارد افغانستان شده و با گذر از هرات، فرا، نیمروز، هلمند و کندهار 1800 کیلومتر وارد پاکستان خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها سهم ترکمنستان در انتقال پایپلاین گاز و ساخت آن 85% و از افغانستان، پاکستان و هند هر کدام 5% خواهد بود.